گروجک و دختر من بازی میکنه، حرف میزنه. ماندانای کریمی که اونم فوق لیسانس در رشته انیمیشن و عروسکی داره، الان هم در ایران داره کار میکنه، تو تلویزیون کار میکنه. پدرم که خودم گفتم، ولی گرداننده عروسک پدر دنیا فنیزاده، دختر مرحوم فنیزاده. برحال کار بسیار بسیار زیبا. آقای کریمی، میریم سر صحبت اصلیمون. مثلا شما برای چی به برلین اومدید و چه برنامه‌ای در این سفر در پیش دارید، به خصوص در مورد روز پنجشنبه که ما به بینندگانمون گفتیم که یه برنامه جالب است. اگه امکان داره برای ما کاملا در این زمینه صحبت کنید. والا حقیقتش اینه که الان 7-8-10 ساله از اروپا و از آمریکا اینا دوستانی هستن که تلفنی با نامه من دعوت کردن که باش بیا اینجا مثلا برنامه بذاریم اینجا. من همش ابا داشتم از این که بیام، به دو دلیل. یکی اینکه گرفتار بودم وقت نداشتم بیام، یکی همین که میترسیدم بیام اینجا منو بکشن به این جریانات سیاسی که دوست ندارم. کاملا درست. من آدم ضد سیاست هم از سیاست بدم میام. آره دوست ندارم، هم دوست دارم. خب یه آدمی که به هر حال یه شهرتی کسب کرده وارد سیاست بشه، اینو پله نردبون کنن ازش برن بالا، من پله نردبون هیچ کی نمیخوام. یه موقعی بودم آقا، جوون که بودم، ولی حالا دیگه نه. به هر حال یه فرقی هست بین سیاست و هنر. سیاست به دنبال قدرته، هنر در به دنبال حقیقته. اینو با هم اصلا جور در نمیاد. در حال نمی اومدم تا اینکه بالاخره از سوئد این آقای نصرتی که اونجا یه اتحادیه سراسری ایرانی ها داره اینا تلفن کرد، اونا بهمن ما که آره اگه بیای اینجوری اینا، گفتم خیلی خوب گذاشتیم برای 15 اردیبهشت. شرط من این بود که من از من چیز سیاسی اینا نخواهیم، من اصلا بی استعدادم در زمین سیاست بود. یعنی هرچی که استعداد هنری جور واجور در وجودم هست، ولی استعداد سیاسی نیست. یعنی که اولا دهنم هم گلف و بس نداره، سیاسی ها زیاد فایده نمیبرن از من، هرچی بگم هم میرم به همین میگم. در هم گفتش که نه ما کار سیاسی نمی کنیم، کار هنری هست. چی گفت دارم حتما وقتی که مرتب زنگ میزد که دعوتنامه فرستادیم، ویزاتو گرفتی نگرفتی، اینا تا هماهنگ بکنه. خانم من این گفت آخه این آقای نصرتی تو رو میخواد ببره اونجا، 5 تا شهر برنامه گذاشته، بلیط بفروشه بیان مردم سالون، 2 ساعت برنامه، تو چیکار میخواد بکنی؟ نه تئاتر حاضر کردی، نه فیلم با خودت میبری، آخه این مردم بیان اونجا چیکار کنن؟ چی ببینن؟ بودن که شوخی کردم مادرم، گفتم آخه هنرمنده ها مثل حیوانات باغ وحش هم میبرن نشونشون میدن مردم بیدید میرن. خلاصه من کاری که کردن اینه که 500 تا مجسمه که در این 20 سال اخیر ساختن که نمایشگاه زیادی هم داشتن، در حدود 180 تا اسلاید اینا رو آوردن که اون شب نمایش میدن، تیپای مختلف دنیا، ایران، و روی این اسلایدان سخن میگن، جای اینا حرف میزنن، گاهی دیالوگشون رو میگن. 2 تا فیلم دارم که یکی فیلم چیز افتتاح نمایشگاه هم هست که در ایران بوده، اینو نمایش میدیم. یه فیلمی آقای زراعتی اومده تو خونه ما گرفته، از من و همسرم و نوام آواز میخونه، میاد تو گلخونه کارهای منو نشون میده اینا. یه تیکه‌ای از این فیلمش که 1 ساعت و نیمه، ولی بنزه 16 دقیقهشو انتخاب کرده، مونتاژ کرده به من داده که اینم نمایش میدیم. یه 16 دقیقه اینه، یه 20 دقیقه فیلم نمایشگاه هم هست که شخصیت‌های برجسته‌ای مثل آقای نجف دریابندری، مثل کیارستمی، سیما بینا، محمودی چیز، بختیاری، عباس جوانمرد، اینا درباره کارای من صحبت میکنن، بحث میکنن، نظر میدن و نقد میکنن کارای صورتکام و اون چیزا. بعد یه پرسش و پاسخ داریم که سوالاتی که دوستان دارم من جواب میدم بهشون. یه دونه مجسمه هم در حضور مردم تماشاچی میسازم که با دوربین اینو کلوزآپشو میگیریم میندازیم رو پرده،
که بزرگ میشه میبینن این مجسمه هایی که سر اشناتش دیدن چگونه ساخته میشه. آخرشم من یه چیز سنتی دارم که تو کلاس های درس هم وقتی کلاس تموم شد یه لطیفه میگفتن که همه بخندن سرحال برن. آره که هفته دیگه که درس من هست با سر بیان به کلاس حاضر غایبم نمیکردم. همه بودن بیرون. آره همه با شادی از در میرفتن بیرون. یه خاطره ای هم تعریف میکنن که یه خاطره طنزآمیزه، اونم در حدود مثلا 5-6 دقیقه 10 دقیقه بیشتر نی. اینم برنامه آخرونه. مجموعا ما یه 2 ساعتی برنامه داریم. اگه زیاد سوال کنم 2 ساعت یه زیاد تر میشه، بسید 2 ساعت برنامه ایم. در حال شب بسیار خوبی خواهد بود. من مطمئنم که همتما از ما با علاقه زیادی که به شما به کارهای شما دارن 100% اون شب همه میان و ما میتونیم یک شب بسیار بسیار خوب در کنار شما داشته باشیم. خوشحالم از این بابر و اون شب دوست دارم که هرچی بیشتر هم وطنان خارج از کشورم در مقیم بلدن رو ببینم، باشون آشنا بشم، چون من گفتم که ایرونی ها رو همه رو دوست دارم و من درود فراوان میفرستم به تمام کسانی که این برنامه رو الان دارم تماشا میکنن. امیدوارم که اون شب از نزدیک ببینم شو. در حال از شما من تشکر میکنم جناب آقای کریمی برای این گفتگویی که در حال با هم داشتیم. امیدوارم که در حال در وقتهای بعدی باز بتونیم شما رو در برنامه خودمون ببینیم و به امید سلامتی، موفقیت و پیروزی هر چه بیشتر برای شما که واقعا ما به وجود شما افتخار میکنیم. اجازه بدید من این سنت چندین سالم رو اینجام رعایت کنم. خواهش میکنم. یه چیزی بگم که این تماشاگران عزیز ما آخرش یه لبخندی بزنم. خواهش میکنم. یه دوستی از یه دوستش پرسید که دیشب شام چی داشتی؟ تو هیچی. خوش به حالتون. هیچی نداشتیم. هیچی چی رو خوش به حاله بود؟ گاه که ما هیچی نداشتیم، دوتا مهمون داشتیم. بینندگان عزیز، همونطور که جناب آقای کریمی گفتن روز پنجشنبه رو فراموش نکنید، دیدار با هنرمند محبوب خودتون آقای نصرت کریمی در برلین.